حکومت رو به این آورده که در داخل کشور میزان سرکوب رو افزایش بده و در داخل کشور سعی بکنه که عقب نشینی های بسیار محدودی داشته باشه تا یه مقدار در واقع بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه. باید سعی کرد که این سیاست جمهوری اسلامی رو افشا کرد. ما به سهم خودمون در این راستا کوشش میکنیم. باید فعالیت کسانی که مجموعه کسانی که ضد اعدام هستند و این تقریبا همه نیروهای خارج کشور رو که در امر در واقع اعتراضی مشارکت دارن در بر میگیره، باید این رو افزایش داد و باید تمام این سیاست جمهوری اسلامی رو افشا کرد در حد گسترده و باید یاد عزیزانی رو که تا کنون از ما گرفتن بزرگ داشت و به خصوص روی افرادی که امروز در خطر اعدام هستن نیرو گذاشت. میدونید که در داخل کشور هر هفته در واقع در سه شنبه های سیاه اعتصاب قضایی وجود داره. در خارج کشور هم خب دوستانی به این حرکت پیوستن و ادامه میدن. من هم خب به هر حال با این حرکت همراه هستم با شیوه خودم و امیدوارم که این حرکت ها رو بشه هرچه افزایش داد و در این حال اون چیزی که هستش اینه که در این تلاش همگانی باید سعی کرد که جمهوری اسلامی کسانی که وکیل هستند در داخل کشور هم اونها افشای هرچی بیشتری بکنن. این اقداماتی که کاملا خودسرانه صورت میگیره، یعنی اونها در سطح وسیع اتهاماتی رو که میشه یه برداشت موسعی ازش داشت مثل بغی، مثل محاربه و مثل افساد فی الارض رو و معمولا در اثر اعترافات اجباری سعی میکنن که از متهمین بگیرن و در زندانهای مخوف سپاه، یعنی این افرادی که در حال حاضر این احکام سنگین رو دارن در زندانهای مخوف سپاه بند دو الف، بند اول، بند یک الف مورد بازجویی های سنگین قرار گرفتن و برای به اعترافات اجباری وادار شدن.